امروز فیلم عنکبوت مقدس که لحظاتی قبل در بخش مسابقه فیلم جشنواره کن به کارگردانی علی عباسی به نمایش درآمد و در اینجا با بازیگر اصلی فیلم عنکبوت صحبت می‌کنیم و باید به شما بگم که بازی شما در این فیلم فوق‌العاده بود. این شخصیت فیلم بسیار هیجان‌انگیزه و شخصیت زنی است که جنبه‌های زیادی از یک زن زجر کشیده اما مصمم، در حالی که از شرایط موجود از اون قاتل ترسیده است. خودت به عنوان بازیگر چگونه اونو شرح میدی؟ من خیلی خوشحالم که تونستم یک فیلم با علی شروع کنم. 3-4 سال قبل او پیشنهاد همکاری در فیلم رو به من داد و قرار نبود من بازیگر فیلم باشم و قرار بود با هم روی فیلم نامه کار کنیم و شخصیت های فیلم رو محکم و بهتر نشون بدیم و شخصیت رحیمی برام خیلی جالب بود که یک خبرنگار بود و ایده هایی رو در ذهنم داشتم. اما وقتی که به عنوان بازیگر از طریق علی انتخاب شدم، چون بازیگر دیگری قرار بود این نقش رو بازی کنه اما نتونست با ما همکاری کنه و من رو انتخاب کرد که این نقش رو بازی کنم و این کار خیلی شگفت انگیز بود و فکر میکنم در طول ساخت فیلم من و علی با هم همراه شدیم. خیلی ایده ها که قبلا به ذهنم نیومده بود به اونها رسیدیم. فکرهای تازه و بکر برای بهتر شدن شخصیت های فیلم به ما کمک کرد تا کمی شخصیت زن فیلم رو که یک خبرنگار روزنامه بود اونو تغییر بدیم و نقد جنبه های زندگی شخصی این شخصیت رو بهش اضافه کردیم. چون من تا 26 سالگی در ایران زندگی کردم، من 14 ساله که ایران رو ترک کردم ولی جامعه ایران رو میشناسم، میدونم زن ستیزی ها در ایران غوغا میکنه و مشکل زنان رو درک کردم ولی جامعه ایران رو خوب میشناسم، میدونم و همه زن ستیزی با زنان رو لمس کردم. روزنامه نگارهای زیادی رو میشناختم که در سراسر جهان کار میکردند که همه ایرانی بودند و با شمار زیادی از اونا صحبت کردم و درباره شخصیت اون کار که یک روزنامه نگار بود باهاشون صحبت کردم و تمام مشکلاتی که هر روز در کارشون دارند، مشکلاتی که به وجود میاد چگونه کنار میاد و تحمل میکنند. البته این فقط مختص ایران نیست، همه روزنامه نگارها در اروپا و آمریکا هم این مسائل رو دارن و این داستانها هم اتفاق میفته، فقط مختص ایران نیست و خود شما هم شاید به این مسائل در کارتون برخورد کرده باشید. وقتی در جامعه‌ای هستید که افراد مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند و فرهنگ ایران رو من بهش اشراف دارم و می‌شناسم و شناخت کامل دارم و به دلیل وجود حکومت مذهبی و دلایل مختلف زیادی هست که من سعی کردم با توجه به شناختی که داشتم به شخصیت فیلم مسائلی رو اضافه کنم و اون رو پرداخت درستی بنمایم. البته اینا همه به کمک علی بود و همه این حوادث رو چون من لمس کرده بودم و دوستان روزنامه نگارم هم خیلی به من کمک کردن به نقش رسیدم و در مورد اون قاتل زنجیری که یک آدم عجیبی بود، اونم خودش قربانی جامعه ایران بود. Journalists, they really helped me to understand, you know, much more details about this work, how you deal with it. And I think we are talking about a serial killer, and he's also a victim, kind of victim of this society. That's something I actually wanted to ask you about. And by the way, I love the story about you starting. میخوام یک چیز ازت بپرسم. من عاشق این داستان فیلم شدم. اون شخصیت ترسناک فیلم بسیار هیجان انگیز بود و فکر میکنی اون شخصیت قاتل لایه‌های مختلفی از احساس و نفرت در اون شخصیت وجود داشت؟ موسیقی
like were you afraid of that? Was it something that you knew from the beginning that this is going to happen in this film? شما میدونید همه چیز یک فیلم به فیلمنامه و بعدش بازیگری مربوط میشه و دیدگاه کارگردان هم مهمه. با توجه به اینکه شخصیت فیلم چند لایه بود و احساسهای مختلفی رو در بر داشت، هیکل اون شخصیت و نوع بازی کسی که این شخصیت رو بازی کرد و شخصیت فیلم که از روی فیلم نامه پیدا میشه و معمولاً بازیگرها از روی فیلم نامه شخصیت فیلم رو پیدا میکنند و شناخت پیدا میکنند و من هم به همین شکل شخصیت رو پیدا کردم، اما کمی تفاوت داشت. همه ی لایه‌ها رو اون شخصیت نداشت، ولی من فکر می‌کنم اون بازیگری که این نقش رو بازی کرد، نقش قاتل زنجیره‌ای رو، بسیار فوق‌العاده بود و تونست این شخصیت رو به خوبی به تماشاگر انتقال بده. و تو کار گاهی اوقات وقتی که من داشتم صحنه‌های فیلمبرداری رو تماشا می‌کردم، واقعاً از بازی او می‌ترسیدم. وقتی اون در جلوی صحنه بازی میکرد و من تماشاگر بودم و داشتن فیلم برداری میکردن، از شخصیت اون میترسیدم. اما اونم یک شخصیت بود که پدر داشت، خانواده داشت، اونم میتونست مهربان باشه و گاهی هم آدمی با احساس و ترحم هم داشته باشه. اما با همه اینها اون قطرها رو انجام میداد. در هر حال یک فیلمه، اما یک داستان واقعی است. اون موقع که این اتفاق افتاد من در ایران بودم و اون مرد رو خوب میشناسم و اونو در تلویزیون دیدم و یک فیلم مستند هم در مورد او وجود داره. وقتی اونو تماشا میکردم در تلویزیون و در مورد همه کارهایی که انجام داده صحبت میکرد، به او و کاری که انجام داده و آدمهایی که به خاطر اعتقادشون وادار میشن که انسانهای دیگر رو بکشن، او مثل یک دیوان نبود. مردی که برای کشتن یک سری آدم های مشخص وارد کارزار شده بود. و بعد هم مهدی و علی درباره چند لایه بودن شخصیت اون به کار اضافه کردن. درسته، من میدونم که این فیلم بر اساس یک داستان واقعی در سال 2000 و 2001 اتفاق افتاد و ساخته شده و میدونم که این داستان در حقیقت وجود داشته. آیا فکر میکنی چیز دیگری به این داستان و شخصیت ها اضافه کردید؟ در مورد خودم من سعی کردم از یک روزنامه نگار واقعی فاصله بگیرم. گرچه یک روزنامه نگاری واقعی همیشه با علی کارگردان فیلم در ارتباط بود و مسائلی رو براش در مورد روزنامه نگاری میگفت و بیشتر در مورد اینکه یک شخصیت روزنامه نگار چگونه باید با حوادث برخورد کنه و شناخت پیدا کنه از این شخصیت و در فیلم استفاده کنه. و فیلم ما با داستان واقعی کمی متفاوت و سینمایی بود که بتونه با کششی که ایجاد میکنه تماشاچی رو برای دیدن فیلم ترغیب کنه. و فیلم داستانی که یک فیلم مستند هست، اگر ببینید بسیار متفاوت هست. از نظر بازی ها باید خدمتتون بگم که من در شخصیتی که در فیلم بازی میکنم سعی کردم تحقیق و تفحص انجام بدم و سعی کردم به خودم اجازه بدم تا به گونه ای به شخصیت این فیلم برسم و کم کم شخصیت داستان فیلم رو سعی کردم حس کنم و برای تماشاچی هم ملموس باشه و اون رو در وجود خودم نفوذ بدم و کم کم مثل اون روزنامه‌نگار واقعی بشم و بعد در جلوی دوربین ظاهر بشم. Touches of my personal life. I think it's a case of all actors somehow. I think so because many people tell me that it helps them connect when there is something that they can immediately reach and they just recognize. Exactly. Sometimes you can't, you know. Sometimes you see that okay, this is hard. Maybe I can't play. This is not for me. You know. At the same time, this is acting. You know, you have to be able to act to play any other roles. But I mean, sometimes, as you say, you are more connected or not, or yeah. All it takes sometimes is this one quality, one memory, or something that you can use. But it's
I mean, it's an interesting film also because it's very engaging. داستان این فیلم واقعا تاثیرگذار و بسیار ترسناک بود. برای تماشاگر غیر قابل قبول و قابل تصور است که حتی شنیدن حرفهای زنانی که درباره این قتلها صحبت میکنند و حوادث قتلهای پی در پی که توسط قاتل صورت میگرفت چگونه بود. مردم انگار به راحتی از قاتل حمایت میکردند، درسته؟ بله، با حرف شما موافقم. در مورد این نظر با شما موافقم و متاسفانه این امر یک مسئله فرهنگی در جامعه ماست. در اصل مسئله دین و اعتقادات فرهنگی اونجاست که اینجوری برخورد میکنن. البته خود من هم هیچ مخالفتی با دین مردم ندارم، اما فکر میکنم که از دین سنتی این مسائل نشأت گرفته. و شما میدونید که در آنجا یک شهری هست که شهر مقدس نام گرفته و این در بین مردم عادی در سراسر ایران بسیار دینداری در بین مردم عادی در سراسر ایران بسیار قوی است و اعتقادات دینی قوی دارند مردم. در همون شهر، در همون شهر مقدس که شهری بسیار تمیز شیک با ساختمانهای تجاری بسیار زیبا و آراسته وجود داره که نمیشه اونها رو انکار کرد، اما در همون شهر زنان خیابانی و تنفروش هم حضور دارند و کارشون هست و در خیابون‌ها میچرخند. بله، این شگفت انگیزه، اما باید به این واقعیت برسیم و اونو قبول کنیم که اینجور زنان زاییده مشکلات و مسائل اقتصادی است که اونها رو وامی داره تا سعی کنن زندگی بهتری داشته باشن و زنان فقیری وارد این کار بشن تا به رفاه و زندگی معمولی برای خودشون دست پیدا کنند و هیچ کس هم به اون زنان کمک نمی کنه. ولی در یک مقطع زمانی افراد متعصب و دیندار سعی می کنند اون زنان رو بکشند و به قتل برسانند و اونها رو از جامعه انسانی حذف کنند و با کشتن مسئله رو حل می نمایند و خوشحالند که با کشتن اون زنها حذف اونها کار درست میشه، چون اونها دیگه نیستند و جلوی چشمان اون مردان دیندار وجود ندارند و این در مورد چیزهای دیگه هم صدق میکنه. اما به خانمهای ایران ظلم میشه. البته در فرانسه هم شاید این مسئله باشه، اما در ایران به زنان ظلم میشه. اونا رو درک نمیکنند، به اونها اهمیت کافی و واقعی داده نمیشه. زنانی که در این فیلم حضور داشتند شخصیت‌های متفاوتی رو در فیلم به نمایش گذاشتند. من نمیخوام بگم شغلشون ایجاب میکرد و دنبال تنفروشی میرفتند، ولی وضعیت اونها بسیار متفاوت نشان داده شده بود. آیا این صحبت‌هایی که شد نمیتونست با والدین اون زنان صحبتی داشته باشه و لحظات زندگی با خانواده اونها رو ارتباط پیدا کنه و چرا اونها رو به قتل میرسونده؟ البته با حرف شما موافقم و علی هم کارگردان فیلم نظرش این بود که میخواست یک داستان از قاتل زنان که به طور زنجیره‌ای انجام میشد رو بازگو کنه. اصلا دوست نداشت فیلمی سیاسی و مذهبی بسازه، میخواست فقط واقعیت‌های اون داستان رو در فیلم بگنجانه.